رابین بار آخر صدات هی قد میشه سری بگو چه من باید برم سری واقعا متاسف هم گوشی خاموش شد های. خواهش <applause> خواهش اشکال نداره میخواستم در باری کوچیک در باری سیستم سیستم های اقتصادی و خیلی سری من باید م... یه دقیقه سی ثانیه رو نکته تو بگو سی ثانیه مثلا فکر میکنید بهترین سیستم اقتصادی چیه به نظر من بهترین سیستم اقتصادی اه، یک اه، سیستم سرمایه گذاری هست که یک, یک, سری, یک سری, از نتیجه گیری های سو، سوسیالیست ها رو توش بذار کوتاه بگم سیستم سرمایه داری ام... کابیتالیست و سوسیالیست نه مخلوط نه رگولیتد uh, کپیتالیسم به فارسی چی میشه بذاریم uh, regulated... بازار حق مالکیت داشته باشه یه نظاراتی هم روش بشه بله ببینید سیستم سیستم سرمدزار... گذاری یک مش... خیلی خیلی به شدت قوی ترین سیستم برای افزایش خوشحالی توی مردم هست ولی انقدر این یک سیستم قوی هست که بعضی موقع یک چیزایی یه کارهایی انجام میده که خیلی ممکنه باعث هزینه باشه یه, سری چیزایی هست که دولت باید بیاد جلوش بگیره که این سیستم سرمایهگذاری اصلا مردم رو تو راهش درو نکنه خب یه سری چیزایی خاصی را را. خب. راند خاری چیزی آها به این ترجمهش میشه سرمایه تنظیم شده خب بهترین روش این که ما یه سیستم سرمایه تنظیم شده داشته باشیم از سیاستی از یه حکومتی میاد که کسایی که به سرمایه داری که تبلیغ سرمایه داری دارن میکنن دارن رقابت میکنن با کسایی که یک مقدار تحت تاثیر عقاید سوسیالیستی هستند چه یعنی کسایی دو، یعنی عقاید سوسیالیستی بتونه بیاد فش... اکثر حکومت از بر... اکثر اقتصاد بر اساس سیستم سرمایه داری باشه ولی کسایی که عقاید سوسیالیست دارن، سوسیالیستی دارن روی این حکومت فشار بیارن که باعث بشه که یک سری حق یا خورده نشه خب مشکل مش... بزرگترین مشکل سیستم سرمایه داری ام... اینه که ام... یکی این که کور ام... هست بازار به اثرات مثبت و منفی که دو نفر تو یک تجارت با... میتونن رو جامعه به هم داشته باشن یک دولت باید بیاد بتونه اونو تنظیم کنه و یه مشکل دو, دو تا مشکل دیگه هم اینه که یکی این که مردم خوشحالیشون بر اساس مقدار سرمایی دارن نیست مردم خوشحالیشون بر اساس خیلی بر اساس مقدار سرمایی که دارن نسبت به بقیه هست خب اگه شما یه کلبه داشته باشین و همه و همه کسای دور بی خانمان باشن شما احساس ثروت میکنین و اگه شما یه کلبه داشته باشین و بقیه دور داشته باشن احساس فقر و بدبختی میکنی خب من چه صدای پرنده میاد شما رو میت میکنم من که حرفم تمام بشه البته پرنده صداش قشنگه ولی خب یکی برای همین ولی سیستم سرمایه داری برای این، برای بر این اساس میتونه خیلی باعث خوشحالی مردم باشه اگه اینکه هر سرمایه مردم بیشتر باشه خوشحالیشون بیشتر میشه البته خیلی موارد این هست بالاخره هر سرمایه مردم بیشتر باشه مبارزه با بیماری مبارزه با فقر مبارزه با گرسنگی اینا تاثیرات مثبت خیلی زیادی خواهد داشت ولی خب یه سری چیزای دیگه هم هست که مثلا که زدم همین که شما نسبت سرمایه‌تون نسبت به کسای دیگه باعث مقدار خوشحالیتون هم خواهد شد خب یعنی مقایسه ای و این یه, ن... یه مشکلن یه مشکل نقصی هست که مغز ما داره که ما باید مقایسه کنیم خودمون و بقیه که بریم چرا خوشحال باشیم و نباشیم ولی نمیتونیم بگیم چون این غیر منطقیه نباید باشه بالاخره مغز ما اینجوری کار میکنه و ما هم اگه هدفمون این باشه که خوشحالی مردم رو ببریم با بالا باید اینو این فاکتور هم تو محاسبهامون در نظر بگیریم خب برای همین این این یه چیزی هست که یه سیستم سرمایه‌داری کور به بهش و اینو دولت باید بیاد یه تنظیماتی انجام بده برای همین نقش دولت اینجا مهمه و آخرین چیزی که یه سیستم سرمایه داری نمیتونه تاثیر یعنی جلوش بگیره تاثیر پول تو روی, حکومت حکومته خب یه، کسایی که طرف کسایی که مثل من طرفدار سیستم سرمایه داری هستن معتقد به این هستیم که پول روی حکومت هیچ تاثیری نباید داشته باشه ولی خب این یه آرزوه یا آرزو هست که, که نمیشه نشه خب یعنی وقتی که پول یه جا تجمع پیدا میکنه تجمع پول هی اونجا به, به طور اتوماتیک میخواد که روی حکومت تاثیر بذاره و جلو گرفتن از این کار خیلی سختیه خب اگه نمیتونیم بذاریم خ... یعنی نمیتونیم بگیم خودش ن... نمیتونیم بگیم خب نباید داشته باشه ما مثلا همین ها میگن که توی این شرایط خاص کمونیستی عالی میشه خب اون شرایط خاصی که شما میگین اتفاق نمیفته خب ما سر ما کسایی هم هستیم که طرفدار سیستم سرمایه‌داری هستیم خیلی میگیم خب توی شرایط خاصی که پول رو حکومت تاثیر نذاشته باشه سیستم سرمایه‌داری عالی میشه خب این شرایط خاص هم غیر ممکنه پول تجربه وقتی توی دست خیلی کسایی بیفته ببین ما کسایی که طرفدار سیستم سرمایه‌داری هستن میگن که ببینید این که تعداد پول داره یه جامعه خیلی از فقیراشون اختلاف ثروت بین فقرا و ثروتمندان زیاد باشه این مهم نیست ما باید مهم برامون این باشه که فقرا کمتر فقیر باشن حالا ثروتمندان هر چی میخوان ثروتمندتر باشن اشکالی نداره ببین فقط مهم اینه که فقیرها کمتر باشن بر... یعنی به عبارت دیگه خیلی از سرمایه‌دارا میگن که اختلاف ثروت اصلا معیار مهمی نیست ما فقط فقیرها اگه از فقر بیان بیرون این مهمتر از اینه که اختلاف ثروت چی باشه ولی خب مشکل این دو تا چیز هست یکی که اختلاف ثروت باعث ناراحتی مردم میشه حتی اگه سیستم سرمایه‌داری فقرا رو از فرق بیشتر بیاره بیرون اگه این اختلاف زیاد باشه مردم حسادت میکنن این روز زندگی تاثیر داره یکی این هست و اینکه اگه من... اگه ثروتمندان خیلی ثروتمند بشن و کسی جلوشون نگیره اینا حکومت سکولار دموق... حکومت دموکراسی رو کمتر دموکراتیک میکنن به خاطر قدرتی که دارن روی قانون و حکومت و یک, یک سری چیزهایی باید باشه توی حکومت که جلوگیری بتونه بکنه از, ای... از تاثیر ثروت رو حکومت اینو سیستم سرمایه داری به خودی خود جلوی خودش رو نمیگیره و باید یه سری چیزهای سی... تنظیم بشه که جلوی اینو بگیره رابنجر. و آخر سرم میخوام موضع شما رو به حکم اعدام بدونم من علیه هر جور حکم اعدامیم آخه من چندین جا نظر مخالفان و موافقان حکم اعدام بررسی کردم که کسایی که مخالفان میگفتن که یه سری ممکنه بیگانه ها اعدام شن ممکن قاضی خطا کنه یا رشوه خورده باشه دلیلاش زیاده یکی از دلیلای مهمترش اینه یکی از بزرگترین دلیلاش اینه که ما به طور علمی ثابت شده که باعث جل، جلوگیری از جرم جنایت بیشتر از زندان نمیشه خیلی هم میگن باعث جلوگیری از جرم میشه مثلا حکم باسته ترس میشه می، میگن ولی تحقیق نشون داده که این حرف غلطه خوب. یعنی مردم 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 میتونن نظرشون رو بگن و چیزی که به نظرشون میرسه میتونن بگن ولی خب شما میتونید از نظر علمی برین تحقیقا رو نگاه میکنین و میبینید که اینطور نیست بسیار عالی ممنون خدافظ ممنون رابین جان خدافظ